چی؟ چی داری میگی؟ داداش طاهر تبرئه شد؟ خدایا هزار مرتبه شکرت. باشه زن داداش، ممنون. نه نظر رو بردم پیش مامانش، گفت تا داداش جمیل خونه نیست یه سر ببینمش. باشه. نه من اومدم دفتر، یکی هم بعد میام خونه. فاطمه هم رفته بود بازار، تازه رسید اینجا. باشه پس خدافظ. چی شده؟ کی بود؟ پسر، داداش طاهر تبرئه شده. میدونی چی میگم؟ تبرئه. ای قربونت برم خدایا، هزار مرتبه شکرت. قربونت. چشممون روشن داداش. چشممون روشن. خب شما چی کار کردی؟ نظر کجاست؟ هیچی، بردمش پیش مامانش، گفت داداش جمیل نیست ببینمش. آها، کار خوبی کردی داداش. آماده ای بریم داداش طاهر رو ببینیم یا نه؟ تو چی؟ بجام دیگه. بجام. خسته نباشی. چطوری؟ خوبم مامان. ثانیه اذیتت نمی کنه؟ هرچند اگه اذیتتم کنه تو نمیگی. نه مامان کاری نداره. در ضمن الان که طاهر و نفس برگشتن از شر اون ودت عوضی هم خلاص شدن. اصلا دورو برمون پیداش نیست. ثانیه خانومو میگم. بابام چطوره؟ چطور باشه؟ مثل قبله. اسم تو ورد زبونش شده. تو چه رویاهایی که نداشتی نظر. من چقدر افتخار میکردم دخترم پرستاره. گفتی میخوای چیز بخونی. اون چی بود؟ کارشناسی ارشد بود. مگه قرار نبود کارشناسی بخونی؟ آره آره، ولی نشد دیگه مامان. آخه مگه براش تلاش کردی نظر؟ مامانم راست میگه. یادت نیست نظر؟ میگفتی میرم دانشگاه ارشد میخونم. تنها چیزی که از خدا میخوام اینه که انشالله پشیمون نشی. اون موقع که دست مرادا گرفتی میخواستم اینو بهت بگم، اما اصلا حواست نبود دخترم. الان میگم انشالله پشیمون نشی، انشالله خوشبخت بشی دخترم. طاهر نشد که بپرسم. علی و آبجی اسما با هم دعوا کردن؟ علی حواس قلدری کرد، اما قلدرتر از خودش پیدا شد. مگه چی شده؟ وقتی از پیش دادستان برگشتیم باش یکم شوخی کردیم. علی هم صداشو بلند کرد که چرا با هم شوخی میکنید و از این حرفا. آبجی اسما هم حقشو داد کف دستش. دقیقاً. ببینم تو چرا خوشت اومد؟ نه خوشم نیومد. واقعا؟ عاشق این چیزا این مگه نه؟ آره. خوب شازده تو چرا چیزی نمیگی؟ شما حرف بزنید، حرف بزنید. دمت گرم. دمت گرم. طاهر جانم، میگم یکیت خیلی وقت مدرسه نرفته، باید این قضیه رو. حواسم هست، حواسم هست، حلش میکنم. از این به بعد روزای خیلی قشنگی منتظرمون. ایشالله. کارای مدرسه تو هم هست. نگران نباش، حلش میکنم. اصلا بیخیال نمیشم. باور میکنم، کاملا بهت باور دارم. باریکلا، بادو ببینم، یلا. آروم برو مامان جون. خب آروم با دو پسرم. اینجا جاییه که ایگیز اولین بار دریا رو دید. و همون جایی که تو واسه اولین بار طعم آزادی رو چشیدی. طاهر، من با ثانیه خانم حرف زدم.
در مورد چی؟ راستش اون خواست با هم حرف بزنه. ازت معذرت خواهی کرد؟ تا اونجایی که فهمیدم آره. تو چی گفتی؟ گفتم قضاوت کردن و سرزنش دیگران خیلی راحته، مهم درک کردنه. به نظر من درستش هم همینه. نمیدونم نفس. شاید تو بخشنده باشی اما من... طاهر خواهش میکنم نکن. خب چه درست باشه چه غلط، ولی اون زن برات مادری کرده، بزرگت کرده، بهت رسیدگی کرده. وقتی که مریض شدی بالا سرت نشسته. به نظر تو زندگی واسه این قهراشتی خیلی کوتاه نیست؟ بعد تمام اتفاقاتی که واسه تو افتاده تعجب میکنم که چطوری میتونی اینطوری فکر کنی نفس. من همینطوری آزاد شدم. تو هم اینجوری باش. بیا ما اینجوری باشیم. سعی میکنم. قضیه اظهارات وداد، مطمئنم خودش همچین تصمیمی نگرفته. آقا فکرتون رو مجبورش کرده. تو نامه‌ای که برام نوشته بود گفته بود هر کسی که وجدان داره دنبال یه راهیه تا بتونه خودشو از عذاب وجدان خلاص کنه. طاهر نباید راه‌ها رو بست. نفس، انگار تازه با تو آشنا شدم، میفهمی؟ این حرفایی که میزنی واسم خیلی تازگی داره. طاهر ما از طوفانای زیادی عبور کردیم، اما هیچ کدوم از این اتفاقات به خواست خودمون نبود. همه چی رو وداد تعیین میکرد، ما در برابرش مقاومت میکردیم. درسته. بالاخره بدون اینکه از چیزی بترسیم میتونیم با هم حرف بزنیم. به نظر منم اولین باری که با هم آشنا شدیم. من از طرف خودم میگم که از آشنایی خیلی خوشحالم. امیدوارم که تو هم همین حسو داشته باشی. ببینیم چی میشه. اینو باش. به نظرم بلایی که سر علی اومده خیلی بده. داری منو تهدید میکنی؟ نه، تهدیدت نمیکنم. آها، آسیا شاگردای بقالی هم اومدن. ها بیاری نشون اینجا. آفرین پسر، آفرین. ببین از این کیسه ها استفاده کنین، عاشق طبیعت. زنداداش اینا کجان؟ ها از تو اجازه نگرفتن، رفتن بیرون یه خورده هوا بخورن شازده. باشه داداش، به نظرم ایرادی نداره. آره به نظر منم همینطور. آسیا پسرم گریه میکنه. خب که چی داره گریه میکنه؟ چی کار کنم مصطفی؟ چی و چی کار کنم ها؟ خب برو تکونش بده آروم بشه دیگه ای بابا. خب چیه مگه؟ الان میرم آرومش میکنم. نیشتو ببند. نیشم باز نیست داداش. نیشت بازه. فرار نکن. نیشتو ببند که بخندیدم. داداش من نخندیدم که. نیشتونو ببندین. نتونست منو بزنه. جا خالی حال کردی؟ من مظلوم همیشه کتک میکنم. خب دیگه تحمل کن. مراد نظر کجاست؟ رفت پیش مامانش. اینو باش یادم نمیره ها. زنده داشت؟ مامانم کجاست؟ فکر کنم خودشو زندونی کرده. شما بهش کاری نداشته باشین، ولش کنین، بذارین همینجوری آروم بمونه. آسیه! چیه؟ دختر این ساکت نمیشه، بودو یه لحظه بیا بالا. نمیتونه ساکتش کنه، نمیتونه آرومش کنه. خرسی کوچولو دیوونه شده. اومدم. ببینم تو از چیزی ناراحتی؟ نه واقعا؟ آره پس من اشتباه درک کردم. آره
صبر کنین برم ببینم. خوش اومدی جمیل. خیلی ممنون. نظر اومده منتظرته. اون کیه؟ اینجوری نکن جمیل. به جای من به اون میگفتی این کارو نکنه. تو رو خدا حرف بدی نزن باشه، محض رضای خدا. چی میخوای بگم؟ مگه حرف منو گوش میکنه؟ من باشی هیچ حرفی ندارم. یه لیوان آب بیار. به دخترم گفتم مرجان. بابا این کارو نکن. چی کار نکنم؟ ها؟ چی کار نکنم؟ چی؟ چی کار نکنم؟ جمیل ساکت شو دیگه زن، تو رو خدا یه لحظه ساکت شو. خدای از دست اینا. میخوای چی کار نکنم؟ باشه، هیچ کاری نمیکنم اصلا. بیا همینجوری میشینم. الان خوب شد؟ تو پیش خودت چی فکر کردی ها؟ من یه بابای سنگ دلم که عشق و محبت حالی میست و هیچ چیز سرم نمیشه؟ من اینجوریم نه؟ آره دیگه من اینجوریم، اینجوریم. همینطوره. میخوای که من بگم احساستون چیه؟ ها؟ این حس عشق نیست. این حسی که دارین فقط هیجان بچگون است که یه خوردشم لجبازیه. مراد فقط به داداشش طاهر نفس نگاه میکنه. بعد تو میای جلوی اصلا هم که اونو نزن، منو بزن، واسم سینه سپر میکنی از این آرتیست بازی ها. همینه قضیه، اینه همش، همینه همینه. بابا ببین چقدر دور پرتش میکنم. پرت کن ببینم. آفرین به پسر خودم. ببین این یکی دورترم میره. پرت کن پسر. سنگو فرستادی روسیه؟ خیلی براش مهمه که کاراشو بهت نشون بده تا خودشو بهت ثابت کنه. وقتی داشت سنگا رو میگرفت زیر چشمی نگات میکرد، دیدیش؟ آره فهمیدم. این خیلی با ارزشه. ولی با ارزشتر از این اینه که تونسته خودش باشه. نفس. نظرت راجب نظر و مراد چیه؟ اولش خیلی ترسیدم. با توجه به این که چیزی نمیگی تو هم با هم نظری. نه دقیقا مثل تو. مراد بچه بود میخواست مثل من باشه. خب چه میدونم. مگه نگفتی عشق و علاقه تقلید نداره؟ فکر میکنی مراد همچین کاری کرده؟ امیدوارم اینطور نباشه. یه همسایه ای داشتیم، داداش گرجان. وقتی که من 14 سالم بود این پسر یه دختری رو دوست داشت، اما خانواده ها نخواستن. داداش گرجان معرکه به پا کرد، قیامت، دعوا، همه چی رو به هم ریخت. گفت میمیرم، نابود میشم، دختره رو فراری داد استانبول. البته خانواده هام در رو به روش بستن. حتی خانواده یه داداش گرجان از اینجا رفتن. 2 سال بعد دختره با یه بچه تو بغلش برگشت. جدا شده بودن. داداش گرجانم با یه دختر دیگه که همکارش بود فرار کرده بود. گاهی اینطوریه دیگه. دوتا آدم عاشق همن، تو روی همه وامیستن. وقتی هم که تحت فشار قرار میگیرن اون عاشقا به هم بیشتر نزدیک میشن، با همه میجنگن. ولی یه روز جنگشون تموم میشه، اونا بر میگردن به هم نگاه میکنن واسه اولین بار، حتی اگه چندین سالم گذشته باشه. همون موقع است که آشنا میشن. انگار جنگ مام تموم شده. به نظرم وقتش رسیده که به هم دیگه نگاه کنیم. تا ببینیم چی میشه. شورشو در آوردی یا؟ بابا ببین
از همه باید یه سنگ صاف پیدا کنی. این از همه مهمتره. ببین این یکی خوبه. آره تو هم یکی بردار. آفرین، اینو بردار. بعدش از نزدیک میندازیش توی دریا. خب ببین انداختم. دیدی؟ حالا تو بنداز ببینم. ها ببین اینطوری بنداز. بگیر ببینم. خوبه، اونم میشه. اینو بگیر ببینم، این بهتره. حالا بنداز ببینم. آخه چرا اون حرفا رو بهش زدی؟ این تازه شروعشه. ایشالا اینطور نشه، ولی چیزی که ایانه چه حاجت به بیان. شاید به نظرت هنوز یه بچه است، ولی اون بزرگ شده. وقتی تو منو گرفتی چند سالم بود؟ فقط 16 سالم بود، 16. اون مال زمان ما بود خانم. اون زمان ها فرق میکرد. اون زمان تو 40 سالگی پدر بزرگ میشدی، دختر پسرا زود بالغ می شدن، زودم ازدواج می کردن. اون دوره دیگه گذشت. دخترا خاله بازی می کنن. دارم با چشام می بینم. درد من اینه خانوم. آها دیدیش؟ آفرین به تو. یالا دیگه باید بریم، دیر شده. به آبجی آسیه باید کمک کنم. یه خورده دیگه هم بمونی. باشه دوباره میایم. یالا بریم. باشه. من که میگم قبول نمی کنی. بابات که میگه میگی باشه. خب منم. آه پس اینجوری هست. ایگیتم بیا فرار کنیم، وگرنه کتک میخوریم. من مراقبتم بابا جون. خیلی خب آفرین. دختر چقدر حسودی تو. چی کار کنم، خاصیت همه. اون قضیه زمین چایی رو هنوز یادم نرفته. کدوم قضیه؟ سلام، من نفس کاللی هستم. تو کی هستی؟ بیرگل. خوشحال شدم. الان با اجازت شوهرمو لازم دارم. چی کارم داری؟ میخوای لای همین کفولات چالت کنم؟ طاهر بیا. کفول نه، کافول. خب همون، میخوام چالت کنم. انقدر حسود بودی تو؟ میخوای نه بقیه ببینن نه خودت، یه راست خاکش میکنی. آره؟ هنوزم داری اونو میگی؟ آره همونو میگم. پات چطور شد؟ وقتی میام سمت تو خوب میشه. یعنی داری به هم نخ میدی؟ آره؟ طاهر یالا بجون. اینو آماده کنم الان، اینو بذارم. آره خیلی خوب، الان باید بزنم. روشن شو، روشن شو، زود باش. یالا یالا ببینم. آها چشام کور شده. ای بابا. آها آها منقلم روشن شد. چطوری عزیزم؟ خیلی خوب. کی بهت یاد داده اینجوری آتیش بپا کنی آقا مصطفی؟ تو خودتو خوب بپوشون که من آتیش نگیرم.
تو این سرما میسوزی؟ کجا سرده دختر؟ تو منو میسوزونی؟ آی واقعا اومدن، من برم در رو باز کنم. باشه برو برو، من اینو درستش کنم. برو برو. آبجی خیلی ببخشید، تو رو تنها گذاشتم. طاهر یهویی گفت بریم بیرون. کار خوبی کردی عزیزم، یالا بیاین تو. داداشم کجاست؟ داداش تو حیات پشتی، چون کباب منقلی دوست داری داره یه کاری میکنه، هم خودش هم مازاتو ریه بگیری. پس من میرم پیشش. خسته نباشی پیره مرد. ممنون پهلوون. بالاخره تموم شد طاهر. تموم شد داداش، تموم شد. داداش بمیرم واسه اون دهنی که داداش میگه. طاهر این موضوع اصلا قابل بحث نیست. موضوعی نیست که بشه به این آسونی فراموشش کرد. طاهر، منو یانگازا وقتی این موضوع رو شنیدیم یه گوشمون در شد، یکیش دروازه. پس باید یه بار همه جمع بشیم در موردش حرف بزنیم. من همه یا یکی حالیم نیست پهلوون. تو داش منی و تمام. منقلم اینجوری روشن میکنم، فهمیدی؟ اینم دومیش. یانگازا کجان داداش؟ مراد بالاست، یعنی پیش نظره. فاطمه فرستادم بره بال ما بیاره. داداش طاهر، جمعه فوتبال با هم تماشا میکنیم، اعتراضم نمیخوام. نفس جون، میشه آب لیمو رو بگیری؟ من سالاد درست کردم، یادم رفت آب لیمو بگیرم. باشه آبجی. آبجی نظر کجاست؟ منم میخواستم درباره یه همین باهات حرف بزنم. بچه ها بسه، تو شام حاضر میشه، شما برید با هم بازی کنید. خیلی خوب شد. باشه ممنونم، باشه برید دیگه. آره رفته بود خونشون، وقتی اومد گریه میکرد، خودشو زندونی کرد. مراد اومد، اونم رفت تو، صدایی ازشون در نمیاد. خدا میدونه که داداش جمیل چی گفته. انشالله که درست میشه. ایشالله. خب شما چی کار کردین کبوترای عاشق؟ راستش یه خورده گشتیم، هوا خوردیم. خیلی خوب شد آبجی، خیلی خسته بودم. هم معلومه کم بلا که سرتون نیومده. مصطفی برام تعریف کرد قضیه اون مینیبوس دیگه چی بود. مگه میشه اونجا زندگی کرد؟ به خدا مثل فیلم میمونه. خب گذشت دیگه آبجی، گذشت، بی خیال، گذشت خدا رو شکر. آبجی ثانیه خانم کجاست؟ از وقتی که تو رفتی به خدا دیگه اصلا بیرون نیومده. من برم باهاش حرف بزنم؟ نه بابا، یه وقت نری باهاش حرف بزنی. یا ولش کن، بذار آروم باشه. همه یه جوری تاوانه کارایی که کردن و پس میدن. آبجی اینجوری نگو. همینطوره. از اون ودات عوضی خبری نیست؟ نه نه، هیچ وقت خبری نیاد. خودش هم نباشه، نباشه، مستقیم از اینجا بره به جهنم. تو عمرش فقط همین خوبی رو کرد، همین. تو خوش باش، همین برامون کافیه.
خوش اومدی بابا جون. از کجا میای؟ رفته بودم حسابای نصف کارتو تصفیه کنم. خب، یعنی میگی که بچه هست دیگه، یا آدمو ذلیل میکنه و یا وزیراره، همینطوره؟ چی شد؟ کیفت که خیلی کوک بود قبل از این که من از اینجا برم. تو اصلا چه جور آدمی هستی؟ یه لحظه تو عرشی از خوشحالی، یه لحظه هم روی فرش داری میخوری، اصلا حد وسط نداری. حد وسط نمیخوام، حد وسط مال بیچاره هست. مشخصه. به خدا تبریک میگم بابا جون، یعنی هرچی میخواستی با استفاده از تهدید و باجگیری به دست آوردی. کاری کردی که اعتراف کنم. مجبورت کردم. آره؟ تو برای چی اسارت دادی؟ نه از زندان میترسی، نه قضیه پول و دارایی بود. تو ظاهراً از هیچ کدوم از اینا نمیترسی. پس برای چی اعتراف کردم؟ نمیدونم، اما 100% تو یه جوابی واسش داری بابا جون، مگه نه؟ آره دارم. دیدی؟ بهت گفتم چرا اعتراف کردم. تو بالاخره شکست خودتو قبول کردی، اما هیچ جوره نتونستی به خودتم اینو اعتراف کنی. تا بهت درباره سلاح و پول گفتم، انگار که یه گوشه گیر افتادی و رفتی، اظهاراتتو دادی، حتی پیش خودتم از غرورت نمیگذری. یعنی خودتم با خودت رو راست نیستی، به خودت دروغ میگی. تو گفتی که تهدیدم کردی برای همین، وگرنه من برای عشقم می جنگیدم، می کشتم، پیروز می شدم، اما اینا همش نیرنگ باجگیریه، مگه نه؟ وای 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 وای. فکرت دلی چایو ببین، چیزی نیست که نفهمه. گمون میکردم از روانشناسی چیزی سر در نمیاری، ولی روانشناس عذاب در اومدی. بیا فرصت از دست ندیم، جلسه رو شروع کنیم. از بچگیم شروع کنم درسته؟ بذار از بچگیم بهت بگم. من یه بابایی داشتم، وقتی که کوچیک بودم مرد، من اونا کشتم، ولی انگار بابام نبوده. یه هایی بابای جدید پیدا کردم که از قبلیه بدتره. بابای قبلیم هر روز کتکم میزد، هر روز چندین و چند بار، بدون اینکه ذره ای رحم کنه کتکم میزد. انقدر بوی بدی میداد، انقدر بوی بد میداد که انگار رسمن یه هیولا بود، یه هیولا بود، فهمیدی؟ تازه هیچ وقت مادرمو ندیدم، نفهمیدم مادرم کی بوده، هرگز نفهمیدم که اصلا مهر مادری چی هست. زندگی من فقط یه دروغ بزرگ بوده. زهرتو بریز، بریز، چون فقط اینجوریه که میتونی خوب بشی. اگه جسارتشو داری بریز بیرون. همتونو گول زدم، گولتون زدم، همتونو بازی دادم. فکر کردین شکست خوردم، اما من شکست نمیخورم. تا من نخوام این داستان تموم نمیشه. تو بازی که وداد سیار باشه، برنده اون بازی اونه، فهمیدی؟ شکست نمیخورم، شکست نمیخورم. من برنده میشم، میذارم بقیه فکر کنن برنده شدن، ولی برنده اصلی منم. فهمیدی چی گفتم؟ این منم که قوانین این بازی رو مینویسم، این منم، وداد سیار، فهمیدی؟ قوانین سیار، فهمیدی؟ یادت اومد؟ این سیاره که برنده میشه، قوانین سیاره. همه یادم نمیاد، یادم نمیاد، لعنتی، چرا یادم نمیاد؟ قوانین سیاره یادم نمیاد، قوانین سیاره، قوانین سیاره یادم نمیاد، لعنت به تو، لعنتی، لعنتی، قوانین سیاره، قوانین سیاره، یادت بیار اولی چی بود، اولی چی بود. من میبرم، من میبرم، من همیشه 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 میبرم.
من همیشه میبرم، من شکست نمیخورم، من این داستان رو رقم میزنم، خودم برنده ی داستانم، من شکست نمیخورم، من برنده میشم، خودم برنده میشم. مصطفی پسرم، میگم این منقل و این چیزا رو میذاشتی واسه این که هوای کم گرمتر بشه ها؟ آره راست میگی بابا، ولی چیکار کنیم؟ این روزا اینقدر به همون فشار اومده که گفتیم بهتره یه خورده بیرون باشیم. مصطفی! چیه؟ ها بیا تو، هرچی مونده دیگه داخل سرخش میکنیم، یالا بیا تو. چرا؟ داداش جون بیرون مریض میشیدا. دختر هوا اونقدرام سرد نیست ای بابا. آره داداش سرد نیست، معلومه که کنار آتیش سردتون نمیشه. تو یکی حرف نزن. خب ما بریم داخل دیگه، اینا رو بلشون کن. غذا حاضره، میخوای بریم؟ من اشتها ندارم. چرا؟ کی غذا خوردی؟ خب گرسنم نیست. باشه فهمیدم. داداش جمیل حالتو گرفته نه؟ خب دیگه نرو اونجا. خب اگه نرم چی کار کنم؟ یعنی دیگه آبجی مرجان و مامانمو نبینه؟ منظورم این نبود که اونا رو نبینه عزیزم، ولی ناراحت میشی نظر. خودم میدونستم آخرش اینطوری میشه. بگذری، تو برو غذا تو بخور. میخوای واسه تو هم غذا بیارم؟ نه. کوفته درست کنم؟ سالاد درست کنم؟ یالا برو غذا تو بخور. باشه الان میرم. این مصطفی هم انگار سوزنش رو منقل گیر کرده. آخه بیرون خیلی سرده، بچه ها برن بیرون مریض میشن. ولش کن. میگم سانی خانم و نظر کجان الان؟ آیا سانی خانم یه خورده تنها باشه خوب میشه بابا. خب اینجوری که نمیشه. نظر؟ نظرم خودشو حبس کرده، لابد داداش جمیل ناراحتش کرده. خب دیگه باید تحمل کنه. استاد عثمان بفرما. من یه ایده خوبی دارم. حالا که همه اینجان، این همه قضام که درست کردیم، میگم این دفعه صیغه نظر و مرادم بخونیم دیگه. نظر چی؟ باید صبر کرد پسرم، باید صبر کرد فعلا. پس استاد عثمان، بوراک کجاست؟ اون واسه چی نیومده؟ کاری داشت نیومد؟ نکنه مریض شده؟ نه، گفت تو خونه یه خورده کار دارم فاتح پسرم. پس باید صبر کرد. دقیقا. آفرین. برو بابا، دقیقا مناسب توه. پسر چرا همش منو نگاه میکنین؟ دارن در میزنن. در باز کنین، اینم بذارم اینجا. برو بذارش. داداش خوش اومدی. خیلی ممنون داداش جون. بیا داداش، چیزی شده؟ نه چیزی نشده. من میخواستم به داداش طاهر یه چیزی بگم. داداش طاهر داخله. خب بیا تو، منتظر چی هستی؟ منتظر دعوتی؟ چرا نمیای تو؟ پس من برم تو و اون چیزو بهش بگم. جماعت سلام علیکم. علیکم السلام. خوش اومدی. تو پسر چطور کردی؟ هم دوره ای پالتوسو در بیار فاته. بگیرم؟ نه من زیاد نمیمونم، شاید مزاحم باشم. مزخرف نگو علی. نه من واسه چیز اومدم. واسه دادن این. اون چیه دیگه؟ خودکار توی دیگه. نیست. باشه پس واسه تو باشه. علی بفرمایید بابا عثمان. پالتو تو در بیار. حالا که اصرار میکنی چشم.
در بیار بابا این پالتو رو، درش بیار عدوات فراوسی چیه، در بیار فاتینو گیر بگیر ببرش اونجا. آبجی اسما، میگم منو تو بریم بالا یه خورده با هم حرف بزنیم. باشه. آه پیام دریافت شد. پیام بابا عثمان. جانم من ثانیه خانومو میارم اینجا، نگران نباش. باشه. آخ دختر خوش قلب من، آفرین به تو. برو بشین. ای داداش اونجا یه صندلی بذار. آره برو یه صندلی دیگه بیار بذاریم اونجا. یالا زود باش. گروه دخترونم تشکیل شد. یالا گزارش بدین اسما خانوم. آبجی چیزی نیست. یه چیزی هست، هست. تو گزارشات ثبت شده که هست. راستش من میدونم. خب طاهر به هم گفت. علی یه خورده صداشو بالا برده. علی ما؟ در اصل اینطور نیست. یعنی سر من داد نزد. وقتی از پیش بازپرس برگشتیم طاهر یه شوخیایی کرد و اینم یهو به هم ریخت و صداشو برد بالا. آها تو هم گفتی حالا که فرصتی پیش اومد باید همین الان ازش استفاده کنم دیگه. آره ببین تو رو خدا چطوری میخنده میبینی. آبجی اینطوری نکن، از لحظه هایی که با همین لذت ببر، این لحظه ها با ارزشه. ولی خیلی شیرینه. آره چی خیلی شیرینه؟ یعنی همین که دست و پاشو گم میکنه بیشتر با مزه میشه. اوه میبینی از اینم هیولا زد بیرون. ها بی خودی که نگفتن سیر و عروسش کردن تا 40 روز بوش در نیومد، ولی این عروس ما قبل عروسی بوش در اومد. آب جسما تو هم خیلی کشش نده، باشه از حد نگذره، یه بار مزهشو چشیده ول نمی کنه که. حق با نفسه، اینو همش نازه عزیزم. الان اینجا مسئله شما مهمتره. این آتیش از زیر گوره تو بلند میشه، فهمیدی؟ پناه بر خدا پسر، ما چی میگیم تو چی میگی؟ تو هم که همه چیو دادی رفت پسر، رکابم که دادی همه چی تموم شد، همه تنابا رو دادی رفت. مگه ما به تو نمیگیم اینطوری نکن علی؟ الان تو میای باز میگی به خاطر تو اینجوری شد؟ اینجوری نمیشه داداش. ببین باید داداش مصطفی رو الگوی خودت قرار بدی. اگه داداش مصطفیم یه دفعه بخواد یه مش به این میز بکوبه همه چی تموم. از من یاد بگیر. اگه لازم باشه کاری میکنه بریم گیلاس زر یا حتی رنگ صورتی هم براشون پیدا کنیم و بیاریم. البته یاد بگیر. تو داری سر به سرم میذاری بیشور؟ اونم پیش بابا عثمان؟ یکی بخوابونم تو گوشت؟ منو ببین، منو آسیه نفس نجنبی. اسما زود بیاین دیگه، علف زیر پامون سبز شد. باشه شوهر جونم الان میای. دیدی یه مرد وحشی؟